چند نکته مهم که در زمان راه اندازی کسب و کار باید بدونید. 1. مدیریت کسب و کار مهمترین اولویت شماست. وقتی در کارتون به موفقیت می‌رسید که از مدیریت ماهرانه کسب و کار برخوردار باشید، باید بدونید کپی کردن محتوا، بازسازی برند وبسایت مشتری، آموزش‌های مختلف، انتشار دادن پادکست یا خیلی چیزهای دیگه هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. حقیقت اینه که 15% وقتتون رو صرف کاری می‌کنید که عاشقش هستید، همون کاری که توی اون استعداد دارید، و 85% دیگر رو هم به بازاریابی، مدیریت، فروش، تدوین اهداف و پاسخ به حجم درخواست‌های رسیده اختصاص میدید. بقا در دنیای کسب و کار به این بستگی داره که اول با چه سرعتی با نقش مالک یک کسب و کار کنار بیایید و بعد با چه سرعتی چیزهای زیبا بیافرینید. تصویر واقعی خودتون رو بپذیرید. کارآفرینی شغلیه که بیشترین تغییر رو در زندگی شما به وجود میاره. درست مثل ازدواج، شما بارها با ترس، ناامنی، محدودیت، مدیریت نادرست زمان و صداقت‌های بی‌مورد روبرو میشید. برنامه‌ای که قبل از راه اندازی کسب و کار جدید برای روز کاریتون در نظر گرفته بودید و با اون مدیریت زمان می‌کردید، در زمان خودش به اندازه کافی خوب بوده، اما با اون در راه اندازی کسب و کار خودتون به نتیجه نمی‌رسید. زمانی می‌تونید از جاتون بلند شید و به درآمد برسید که بین تمام این ناملایمات خودتون رو بپذیرید. در هر حال طی فرایند پذیرش، همون زمانی که با وجود تمام نقص‌ها خودتون رو به سختی می‌اندازید تا بالاخره کاری رو انجام بدید، نقطه ضعف‌هاتون به دارایی‌هاتون تبدیل می‌شن. پس سعی کنید حتما عاشق خودتون باشید. البته این به اون معنایی نیست که غرق در خودشیفتگی بشید، بلکه در آرامی عشق وجودیتون رو پیدا بکنید. شاید فکر کنید چون قدم در یه مسیر طولانی گذاشتید، وام گرفتید، سرمایه‌گذار پیدا کردید، تمام اموالتون رو فروختید، به اندازه یه سال پسنداز دارید و بر اساس اون برنامه‌ریزی کردید، پس نباید انتظار بی پول شدن رو هم داشته باشید. باید بدونید که در میان مسیری که فکر می‌کنید به خوشبختی رسیدید، ناگهان هواپیمای کوچیک کارآفرینیتون دچار نقص فنی میشه و آمپر سوختش عدد 0 رو نشون میده. اینجاست که تنها یه انتخاب دارید و اون فرود هواپیما روی باند 1 فرودگاه جنگی و متروک است. نام این فرودگاه خطرناک مثل حساب بانکیتون برابر مثلا با 100,000 تومنه. این همون چیزیه که تصورش رو نداشتید و شما رو مجبور به فرود اضطراری میکنه. البته نباید توی این فرود خطرناک خودتون رو ببازید، چون وقتی از بی پولی نجات پیدا کردید، متوقف نشدنی هستید. شما با بدترین موانع و بزرگترین ترس‌ها مواجه شدید و تونستید خودتون رو حفظ کنید. برابر این در جا نزنید، روز بعدی رو شروع کنید، سراغ پیشنهاد بعدیتون برید، تمام درخواست‌ها و با حساب بانکی صفرتون همه رو جواب بدید. هیچ چیزی بهتر از این نیست که در این بیپولی کسب و کارتون رو ادامه بدید، چون این کار نشون دهنده مصمم بودن شماست. زمانی که هیچ نشانی از امنیت نیست و شما از شدیدترین ترس هاتون دارید عبور میکنید و ادامه میدید، چون شما عاشق کاری هستید که انجام میدید، حتی اگر مجبور باشید رایگان انجامش بدید. شغل دومی برای درآمدزایی داشته باشید. اگه داشتن شغل دوم باعث آرامش ذهنیتون میشه، یه شغل دیگه پیدا بکنید. هیچ وقت احساس نکنید کسب و کارتون در حال شکست خوردن. الان من بهتون پیشنهاد میکنم اگه داشتن یه درآمد ثابت از شغل نیمه وقت به آرامش ذهنتون کمک میکنه، حتما تو کنار کسب و کارتون اون رو هم داشته باشید. زمان کمتری رو صرف پژوهش و زمان بیشتری رو صرف انجام کارهاتون بکنید. تحقیق، مطالعه و خوندن صفحات اجتماعی بقیه نوعی مقاومته. برای رسیدن به هدفاتون باید اقدام کنید. شفافیت با یادگیری بیشتر حاصل نمیشه. پس به ندای درونتون گوش بدید و دست به کار بشید. حتی اگه واقعا نمیخواید و نمیدونید چه کاری بکنید، از یه جایی شروع کنید و اون چیزی که تو ذهن دارید رو عملی بکنید. عوامل حواس پرتی رو از خودتون دور کنید. تمام ابزارهایی که باعث حواس پرتیتون میشه، مثل گوشی موبایل، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان، حتی نوتیفیکیشن‌های ایمیل ها، سراغ کارهایی برید که براتون ملموس و قابل سنجش هستن. تنها در پروژه‌های مشارکت کنید که از اونها مطمئنید. هر پروژه مشترک رو با دقت بررسی کنید و فردی که می‌خواد باهاش همکاری بکنید رو زیر ذره بین ببرید. پیش از اینکه وارد پروژه بشید، همه چیزو مکتوب بکنید و رو به طور دقیق تعیین کنید. قطعاً سودها رو تقسیم خواهید کرد. پس همیشه دو عدد تو ذهنتون باشه. رقمی که باید برای پرداخت هزینه‌های وقتتون به دست بیارید و رقمی که دوست دارید به دست بیارید. اگه برای بازاریابی وقت نذارید، هیچ پولی به دست نخواهید آورد. از درخواست یا مشکل افرادی که مشتریتون هستن مطلع بشید و اونها رو به یه قرار ملاقات 20 دقیقه‌ای دعوت بکنید. تاریخ، ساعت و شماره تلفن رو همه جا یادداشت بکنید که بدونید با کی قرار دارید. از درخواست یا مشکل افرادی که مشتریتون نیستن مطلع
بشید و منابع دیگری چون وبلاگ، وبسایت، مقالات یا کارشناسا رو معرفی بکنید که به اونها کمک خواهند کرد. برای موفقیت در کار همه کار بکنید. تمام روزهای هفته به دنبال کسب و کارتون نباشید. از همون روز اول برای مشکلات قانونی تدبیری بیاندیشید. قیمت محصولات و خدمات رو بر اساس توانایی پرداخت خودتون تعیین نکنید، چون شما مشتری ایدئال خودتون نیستید. حتی اگه بتونید مسائل پیچیده کسب و کارتون رو رفع کنید، از پس مشکلات موجود تو حوزه‌های دیگه زندگیتون برمیایید. با دیگر کارآفرینان ارتباط برقرار کنید و از روش‌های مختلف با آنها در تماس باشید. هر روز وقت نهار پیاده روی کنید. اگه می‌خواید در کسب و کارتون باهوش باشید، از کارآفرینان موفق حتما الگو بگیرید. ممنون از زمانی که برای مشاهده این ویدیو گذاشتید. لطفاً ویدیو رو اگه پسندید لایک کنید، نظر بدید و ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.